سرخط خبرها. عملية هجومية واسعة. خط نشان حوثی ها پس از حمله به بزرگترین پالایشگاه نفتی عربستان میگویند عملیات بعدی گسترده تر خواهد بود. طالبان در مسکو به دنبال از سرگیری گفتگو با آمریکا، گره صلح افغانستان را روزها باز خواهند کرد. اظهار نظر جنجالی نامزد مطرح دموکرات ها در آمریکا، جو بایدن میگوید با وجود نفوذ پاکستان در افغانستان این کشور درست شدنی نیست. و اظهار تاسف نخست وزیر سابق بریتانیا از پیامدهای همه پرسی برگزیت، دیوید کامرون میگوید برگزاری همه پرسی دوم دور از ذهن نیست. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. حوثی های یمن میگویند با 10 پهپاد بزرگترین پالایشگاه عربستان سعودی را به آتش کشیدند. حوثی ها میگویند به یک تاسیسات استخراج نفت هم در یک میدان نفتی عربستان حمله کردند. عربستان گزارش کرده که آتش سوزی ها در هر دو تاسیسات نفتی این کشور مهار شده است. کسرا ناجی در گزارشش میگوید این حمله ها در ساعات اول بامداد امروز تنش را در منطقه و در ارتباط با ایران که از حوثی ها حمایت میکند افزایش خواهد داد. انفجار و آتش سوزی در بزرگترین پالایشگاه نفت خام عربستان سعودی در بقیق، یکی از دو حمله به تاسیسات نفتی این کشور حدود 4 صبح امروز. اینجا در این فیلم که با تلفن همراه گرفته شده، هنگام انفجار صدای تیراندازی هم شنیده می شود. اعوذ بالله. اگرچه عربستان می گوید حمله با پهپاد صورت گرفته، این تازه ترین حمله به تاسیسات نفتی در منطقه تنش را باز هم افزایش خواهد داد. حوثی های یمن میگویند آنها مسئول حمله بودند. بفضل من الله تعالی، نیروی هوایی در حمله وسیعی با 10 پهپاد تاسیسات نفتی شرکت آرامکو را در بقیق و خوریس دقیقاً هدف قرار داد. عملیاتی که حق طبیعی و مشروع ماست در پاسخگویی به جنایات ائتلاف متجاوز و محاصره 5 ساله یمن. حمله های صبح امروز در بقیق در 60 کیلومتری جنوب زهران پالایشگاه را هدف قرار داد. پالایشگاهی که نفت ترش را به نفت شیرین برای صادرات تبدیل می کند. بزرگترین پالایشگاه عربستان با ظرفیت 7 میلیون بشکه در روز. در حمله امروز 200 کیلومتر آن طرفتر تاسیسات نفتی در یک میدان نفتی در خوریس هم هدف قرار گرفت. محل یک پروژه بزرگ 3 میلیارد دلاری که هدفش افزایش ظرفیت تولید نفت خام عربستان است. خوریس از نزدیکترین نقطه در یمن که تحت کنترل حوثی است حدود 900 کیلومتر فاصله دارد، که اگر ادعای حوثی ها درست باشد حاکی از توانایی بالای پهپادهای آنهاست. این تازه ترین حمله حوثی ها به تاسیسات نفتی آرامکو، شرکت نفت ملی عربستان، درست هنگامی صورت گرفته که آرامکو در روزهای اخیر کار بازاریابی برای فروش 5% از سهام این شرکت را به قیمت 2 تریلیون دلار شروع کرده. حمله ای که می تواند از اشتیاق خریداران و قیمت نهایی آن به اندازه زیادی کم کند. عربستان میگوید آتش سوزی مهار شده، اما نمیگوید وسعت آن چقدر بوده و تا چه حد به توان عربستان برای صادرات نفت صدمه زده. کسرا ناجی، بی بی سی. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. خانم روستایی، چه فکر میکنید این حمله که به بزرگترین تاسیسات نفتی عربستان صورت میگیره نشانه چیه؟ به نظر من نشانه تغییرات بزرگه، همطور که شما گفتید، به دلیل اینکه وقتی که بهپادها توانایی این رو دارن که 900 کیلومتر پرواز کنن، یعنی از پالایشگاهی که هدف قرار گرفته تا نزدیکترین نقطه خاک یمن 900 کیلومتر پرواز کنن و در واقع یک مرکزی رو بزنن، اینه در واقع یه هواپیمای جنگنده هستن
اینها بیفاد نیستن. این که حوثی‌ها توانایی این رو دارن برای اولین بار مانور قدرت از خودشون نشون بدن و با 10 بیفاد در واقع آرامکو رو هدف قرار بدن، یک پالایشگاه دیگر رو همزمان قرار بدن و مورد هدف قرار بدن، این به نظر من اقدام مهمیه و نشون میده که برخی از معادلات استراتژیک، معادلات نظامی و امنیتی در منطقه داره تغییر میکنه. قبلا خیلی مهم بود که کشورها جنگنده دارن یا ندارن. با حمله‌ای که اتفاق افتاد امروز میشه گفت که دیگه شاید نسل جنگنده‌ها دیگه کاربرد نداشته باشه در منطقه. این بهبادی که بتونه 900 کیلومتر پرواز کنه و یک پالایشگاه خیلی مهم رو هدف قرار بده، در واقع خودش جنگنده‌ای که هیچ هزینه‌ای هم نداره و حتی حوثی‌ها هم میتونن تولید کنن و اون رو سرهم کنن. عربستان چه گزینه‌هایی حالا پیش رو داره فکر می‌کنید؟ من فکر می‌کنم سعودی‌ها یکم احتیاط کنن، به دلیل اینکه خب این عملیات خیلی خطرناکیه. اگر حوثی‌ها میتونن با 10 تا بهپاد در یک روز حمله کنن، یعنی حتما بیشتر از این هم میتونن، یعنی ممکنه به شهرهای بزرگتر حمله کنن، ممکنه به مراکز حساس‌تر حمله کنن. من فکر میکنم که احتمالاً سعودی‌ها یک کمی کوتاه خواهند موند، یک کمی صبر میکنن، چون موج بعدی حمله اگر قرار بشه بهپاد 10 تایی یا 20 تایی باشه، برای حیثیت و امنیت عربستان سعودی هم اصلا اتفاق خوب نیست. و میشه گفت که یک جورها یک اتفاق دیگه هم افتاده و اون این که جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی به دلایل مختلف و در حوزه‌های مختلف و در شکل‌های مختلف وارد یک مرحله ارتقا پیدا کرده و وارد مرحله بسیار پیچیده شده و شاید هم وصل به مذاکرات که بین ایران و آمریکا در جریان هست، مبنی بر اینکه آقای ترامپ و آقای روحانی مذاکره میکنن یا نمیکنن، آمریکایی‌ها رو چه چیزی دارن مانور میذارن، رو چه چیزی دارن آبشاری میکنن و ایرانی‌ها چطوری دارن مقاومت میکنن، این حملات رو نمیشه به رایزنی‌های بی ارتباط با رایزنی‌های ایران با آمریکا هم به حساب آورد. یعنی در مجموع فکر کنید که حوثی‌ها جان تازه‌ای گرفتند و ممکنه که عملیاتی از این دست ادامه پیدا کنه؟ در هر حال این نشون میده که حمله با 10 بهپاد عملیات ساده ای نیست، هم پیچیده است، هم معلومه لجستیک قوی داره و کسانی که میتونن هماهنگ کنن که 10 بهپاد همزمان حمله بکنه، خب اتفاق خیلی بزرگیه. من سایز آتش سوزی ها رو هم که نگاه کردم خیلی بزرگ بوده. من فکر میکنم که ممکنه این موجب یک تنش بین ایران و عربستان سعودی باشه، موجب یه همچین تنشی باشه. شما اگر یمنی ها رو نگاه کنید، یمنی ها واقعا همطور که آقای ولایتی زمانی میگفت برای خودش، ایشون واقعا یک لنگ و یک خنجر دارن، تکنولوژی در عربستان سعودی در عصر عجره. اما وقتی که میتوانند 10 تا بهپاد رو 900 کیلومتر پرواز در بیارن، این حیرت انگیزه. این عملیات بسیار مهمی. من فکر میکنم که هم سعودی ها این رو خیلی جدی خواهند گرفت، هم آمریکایی ها جدی خواهند گرفت و شاید ممکنه که اصلا رقابت ایران و سعودی رو وارد یک مرحله جدیدی بکنه. متشکرم از شما فرزانه روستایی، روزنامه نگار در استکهلم سوئد. جبل طارق میگوید نمیتوان به راحتی ایران را به نقض تعهدی متهم کرد که برای آزاد کردن نفتکشش به دادگاهی در این منطقه داده بود. فابیان پیکاردو سروزیر جبل طارق گفته دولت ایران تضمین داده بود که محموله این نفتکش را به نهادهای تحت تحریم اتحادیه اروپا نفروشد، اما تضمین نداده بود که این محموله نهایتاً از سوریه سر در نیاورد. این در حالی است که وزارت خارجه بریتانیا اقدام ایران را نقض آشکار تعهدش خوانده است. ایران میگوید محموله نفتکش را به یک شرکت خصوصی فروخته و مقصد نهایی را خریدار تعیین کرده است. سخنگوی قوه قضاییه میگوید سحر خدایاری مشهور به دختر آبی هیچ نوع محکومیت کیفری نداشته و دادگاهی هم برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده. خانم خدایاری اسفند گذشته تلاش کرد با لباس مردانه وارد استادیوم آزادی شود اما بازداشت شد. او حدود 10 روز پیش جلوی دادگاه انقلاب تهران خودسوزی کرد و چند روز بعد درگذشت. آمریکا کشته شدن حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن را تایید کرد. کاخ سفید در اعلامیه گفته پسر رهبر پیشین القاعده در عملیات ضد تروریستی آمریکا در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان کشته شده. از حمزه بن لادن به عنوان یکی از اعضای کلیدی القاعده و از گزینه‌های رهبری این گروه نام برده شده. 4 سرباز پاکستانی در 2 حمله جداگانه در مرز با افغانستان کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان 3 نفر از این سربازان در تیراندازی شبه نظامیان از آن سوی مرز در منطقه دیر و 1 سرباز دیگر در حمله به گشت ارتش در منطقه وزیرستان شمالی کشته شدند.
ارتش گفته در تیراندازی مقابل سربازان دو شورشی هم کشته شدن. هنوز گروهی مسئولیت این دو حمله را به عهده نگرفته. هند جریمه اقامت غیرمجاز افغان‌ها را کاهش داد. شهروندان افغان پیش از این برای 1 تا 3 روز اقامت غیرمجاز در هند حدود $300 جریمه می‌شدند. اما حالا که آنطور که سفارت افغانستان در دهلی نو اعلام کرده، جریمه 1 تا 15 روز اقامت غیرمجاز 500 روپیه، یعنی تنها معادل $7 خواهد بود. هند از مقاصد اصلی سفرهای تجاری و درمانی برای افغان‌هاست. یک هفته پس از توقف مذاکرات صلح میان دولت آمریکا و نمایندگان گروه طالبان، یک هیئت مذاکره کننده طالبان از قطر به مسکو رفته. آنها میگویند هنوز مایل به دستیابی به صلح از طریق مذاکره هستند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان گفته سفرهای بین المللی رهبران طالبان نشان دهنده شکست قطعی سیاسی آنهاست. علی حسینی خبرنگارمون از کابل با ماست. پیش از این هم علی گروه طالبان سفرهایی داشته به کشورهای مختلف منطقه، ولی آیا این سفر تفاوت داره با دیگر سفرها؟ به احتمال خیلی زیاد تفاوت ویژه‌ای میتونه داشته باشه. قبل از این به ازبکستان، پاکستان، ایران، روسیه سفرهایی داشتن، اما این سفر پس از توقف مذاکرات 10 ماهه گروه طالبان با ایالات متحده آمریکا صورت میگیره که قرار بوده این مذاکرات و این توافقات گفتگوهای دو طرف به یک توافق نهایی برسه و بحث بر سر حتی امضای این توافق نبوده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات متوقف کرد و علت آن را می ادامه خشونت‌های گروه طالبان در افغانستان و همزمان با مذاکرات آن گروه اعلام کرده. حالا گروه طالبان به مسکو رفته و در آنجا اعلام کرده که با توجه به اینکه جنگ بر آنها تحمیل شده آنطور که گفتن، اما حاضرن که دوباره مذاکرات و گفتگوها را از سر بگیرن. به کشوری سفر کردن که حامی این مذاکرات است، زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، گفته بود این مذاکرات می توانست راه را برای مصالحه ملی برای حل بحران افغانستان باز کند و اعلام طرفداری کرده از ادامه مذاکرات. به هر حال به احتمال خیلی زیاد طالبان به کشور رفتن که میتونه حمایت آنها را جلب کنه برای آغاز مذاکرات، کشوری که رابطه چندین ساله با گروه طالبان داره. در این حال دولت افغانستان اعلام کرده که تلاش هاشو در روند صلح با طالبان متوقف کرده. این به چه معناست؟ البته باید ببینیم که تلاش‌های دولت افغانستان در روند مذاکرات صلح مشخصاً در رابطه با مذاکرات با طالبان چندان برجسته نبوده، اما تلاش‌های داخلیش میشه گفت اندازه‌ای برجسته بوده. لویجرگری مشورتی صلح برگزار کرده. اصلی ترین علت و هدف اصلی توقف تلاش‌های دولت افغانستان برای روند صلح افغانستان تمرکز بر روی انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان است. دولت افغانستان میگه فعلا اولویت اصلی و مهم برای دولت افغانستان برگزاری انتخابات است. در رابطه با مذاکرات و گفتگوهای صلح دولت آینده مشخص میکنه که چه مکانیزم و چگونه این گفتگوها پیش برند. مردم در مجموع چه فکر میکنند؟ مهمترین بحث در رابطه با مذاکرات و توقف مذاکرات برمیگرده به 2 دسته اصلی. برخی که نگران بودن از نتایج این توافق، به ویژه بحث خروج نیروهای آمریکایی و همچنین قدرتگیری گروه طالبان پس از این خروج نگران بودن، و وقتی که اعلان شد این توافق توقف شد از سوی ایالات متحده آمریکا ابراز خرسندی کردند. به ویژه آنهایی که نگران بودن که گویا این توافقات منجر بشه به کم توجه به ارزش‌ها و دستاوردهای 18 ساله در افغانستان، اما برخی دیگر هم به این نظر هستند که مسیر رسیدن به یک صلح در افغانستان از همین مسیر می‌گذشته، و آنهایی که نگران هستند که پس از این توقف تنش‌ها و جنگ شدت می‌گیره نگران از این توقف هستند. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. با ما جو بایدن، یکی از نامزدهای حزب دموکرات آمریکا برای مقام ریاست جمهوری، در مناظره انتخاباتی این حزب گفت افغانستان کشوری سپاره و درست ناشدنی است و 3 ولایت شرقی این کشور در اختیار پاکستان است. آقای بایدن فعلا با حدود 5% اختلاف از دیگر رقبای اصلی در حزب دموکرات پیش است. بهمن کلبسی خبرنگارمون در نیویورک باز. به نظر میاد که تلویحا راه حل فدرالیسم رو برای حل بحران در افغانستان آقای بایدن پیشنهاد میکنه. چقدر فکر میکنه که نگاه او نمایندگی میکنه از حزب دموکرات در آمریکا؟ اون چیزی که مشترک است بین آقای بایدن و دیگر
نامزدهای پیشرو، کاندیدای پیشرو برای نامزدی مقام ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات همین است که همه میگویند بس است حضور آمریکا در افغانستان و این نزدیک دو دهه‌ای که اونجا بودیم هنوز نتوانسته مشکلات را حل بکنه و ماندن بیشتر از این هم به تبع نمیتواند حل بکند. در نتیجه هر کدام راه حل‌های متفاوتی دارند که چگونه وقتی خارج بشوند و چگونه به یک راه حل سیاسی و صلح برسند پیش از خروج. ولی آقای بایدن به نظر میاد میگوید که این روش‌هایی که تا حالا اجرا شده فایده نداره و باید پذیرفت که افغانستان به اون صلحی که ما در نظر داریم تحت یک حکومت واحد در کابل ممکن است نرسد و باید مناطقی حداقل خودمختار به صورت فدرالی اداره بشه. و بعدم صحبت از این کرده است که آمریکا میتونه در پاکستان یک پایگاهی داشته باشه، پایگاه نظامی داشته باشه و از اونجا عملیات انجام بده علیه گروهایی که آمریکا تروریست میدونه. در نتیجه این اظهار نظر او بیشتر نظر خود او در مورد راه حل، ولی در این مورد که همه باید خارج بشن مشترک نه تنها بین اعضای حزب دموکرات، میدونیم آقای ترامپ هم علاقه‌منده که نیروهای آمریکایی رو خارج بکنه. بهمن، دیگر رقبای اصلی در این باره چه میگن؟ مثلا خانم وارن که نزدیک است به اون سناتور وارن، نزدیک است در نظر سنجی ها، معتقد بود که باید خارج شد صرف نظر از اینکه به صلح برسیم یا نرسیم، یعنی دیگه حتی به این فکر که یک راه حل سیاسی پیدا بشم بکنم نبود و تاکیدش بر این بود که هر آنچه از دستمون برمی آمده انجام دادیم و باید خارج شد. دیگران یه مقداری متفاوت بازم معتقد بودن که باید خارج شد، ولی حداقل باید یک راه حل سیاسی قبل از خروج پیدا کرد. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. حوثی ها مسئولیت حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان را به عهده گرفتند. هیئت طالبان در مسکو برای مذاکره دوباره با آمریکا اعلام آمادگی کرد. در ادامه برنامه، آدمک هایی که هستیشان را برای جان هزاران نفر می دهند. دیوید کامرون، یکی از نخست وزیرهای پیشین بریتانیا، گفته است بی‌ثباتی و چند دستگی سیاسی ناشی از برگزیت تأسف‌آور است. دیوید کامرون پس از آنکه بریتانیایی‌ها در سال 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، استعفا کرد. آقای کامرون گفته برگزاری همین‌پرسی کار درستی بود، اما از اینکه نتوانسته مردم را راضی کند به ماندن در اتحادیه اروپا رأی بدهند، متأسف است. برگزیت در سال گذشته به جدی‌ترین مناقشه سیاسی میان دولت و مخالفانش بدل شده. با فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد با ما هستن. آقای جهانپور، این قماری بود که آقای کامرون در زمان نخست وزیری خودش کرد و حکومت رو از دست داد، الان چه شده که بعد از 3 سال دوباره میاد صحبت میکنه در این باره؟ حالا اون تصمیم ایشون باعث شد که تعداد زیادی از سیاستمداران انگلستان او رو بدترین نخست وزیر تاریخ انگلستان بدانند و در حقیقت یک مشکلی رو ایجاد کرده که هنوز خب کسی راه حلی براش پیدا نکرده. انتظار بود که ایشون کتابش رو درباره خاطراتش بنویسه و امیدوار بود که این کتاب رو بعد از حل و فصل موضوع برگزیت بنویسه. ولی همونطور که اطلاع دارین خب این موضوع خیلی سر دراز پیدا کرده و هنوز ادامه داره و ایشون ناچار شد که کتابش رو بنویسه. چیزی که بسیار کم سابقه است در حقیقت حمله شدید ایشون به دو نخست وزیر فعلی آقای جانسون و به یکی از وزرای سابق کابینه خودش آقای گوو، که در حقیقت هر دو اینها رو دروغگو و باعث متلاشی شدن حکومتش خوند حمله کرده. از بوریس جانسون هم انتقاد میکنه، چقدر این انتقادات وارده؟ من خیال میکنم خیلی وارده، چون که آقای بوریس جانسون از اول معلوم نبود که به کدوم طرف متمایل میشه. آقای دیوید کامرون اشتباهش این بود، خیال میکرد این رفراندوم حتما نتیجه قطعی موندن در اتحادیه اروپا را همراه خواهد داشت و همطور که شاید یادتون باشه ایشون قبل از رفراندوم به اروپا رفت و یک به اصطلاح موافقت نامه هایی رو گرفت که کمی در وضع انگلستان بهبود پیدا بکنه و بعد به رفراندوم بره. و خب اعضای کابینه که در کابینه هستن قاعدتا باید از نخست وزیر پیروی بکنن. حتی آقای جانسون مشهوره که ایشون دو تا مقاله نوشت، یکی بر لح و یکی بر علیه
خروج از اتحادیه اروپا، برگزیت، و مطمئن نبود که کدومی که از اینها رو چاپ بکنه تا اینکه تصمیم گرفت که اون رو که بر لح برگزیت بود به چاپ برسونه. و بعد از اون آقای گوو حتی خنجر زد از پشت با آقای جانسون که قرار بود جانشین آقای دیوید کامرون بشه و در نتیجه هیچ کدومشون جانشین نشدن و خانم تریزا می انتخاب شد. این است که بعد خیلی میکنم هر سه نفر اینها یک نقش بسیار مهم و اساسی داشتن و هر سه نفرشون در حقیقت در تاریخ انگلستان یک جای بسیار بدی خواهند داشت. بعد از این همه جنجال بر سر برگزیت که میراث مستقیم خود آقای کامرون هست، الان پیشنهاد او برای حل این قضیه چیه؟ والا پیشنهادش تنها این است که باید باز یک رفراندوم جدیدی باشه که مردم باز رای بدن که آیا با این موافقت نامه اگر به دست بیاد موافق هستن یا اینکه باز میخوان در اتحادیه بمونن. ولی راه حل صحیحی نداره. امروز دیدم که در تمام روزنامه ها، مخصوصا روزنامه های دست راستی مثل تلگراف، اینها مقالات خیلی شدید بر علیه ایشون نوشته بودن که به جای اینکه بیاد آب رو گلالود بکنه و حمله بکنه به آقای جانسون، باید بیاد کمک بکنه که یک نوعی موضوع برگزیت حل بشه. ولی خب چجور حل بشه بدون اینکه یا که رفراندوم باشه یا انتخابات جدید معلوم نیست. متشکرم از شما فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد با ما. در ترکیه بیش از 200 عضو ارتش بازداشت شدند. دور تازه‌ای از بازداشت کسانی که دولت آنها را به ارتباط با کودتای نافرجام 3 سال پیش متهم می‌کند. آنکارا فتح الله گلن، روحانی ترک مقیم آمریکا، را مسئول سازماندهی کودتا می‌داند، اما او این اتهام را رد کرده. بیش از 70,000 نفر در 3 سال گذشته به اتهام ارتباط با کودتا بازداشت و حدود 150 کارمند دولت اخراج شدند. دیدبان حقوق بشر هشدار داده محدود شدن دسترسی به اینترنت در اردوگاه‌های پناهجویان روهینگیایی در بنگلادش خدمات اورژانسی و حقوق بشری را مشکل می‌کند. این نهاد گفته محدودیت‌های جدید می‌تواند به قیمت جان پناهجویان تمام شود. از دولت بنگلادش خواسته این محدودیت را سریعاً بردارد. بیشتر از 1,000,000 پناهجوی روهینگیایی در این اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند. سبا کمالی، هنرپیشه زن ایرانی، با انتشار یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خبر دستور بازداشت خود را تکذیب کرد. خبر دستور بازداشت خانم کمالی بعد از آن منتشر شد که او در صفحه اینستاگرامش سحر خدایاری را مظلوم‌تر از امام سوم شیعیان معرفی کرد. جزئیات بیشتر را در یک ویدیو از گروه شبکه‌های اجتماعی بی بی سی ببینید. سلام به مؤمنین واقعی ایران. شایعه شده که حکم جلب برای من صادر شده. اگر شما چه این حکم دیدید، من هم دیدم. شدت به امامانمون علاقمند هستم، اما از طرفی من رشته ادبیات نمایشی خوندم، یک متن رو نوشتم بابت ناراحتی که داشتم که تخیلی بود و صمیمانه. تعداد مبتلایان به دمانس در بریتانیا همچنان در حال افزایش است. پژوهشگران در تلاشند تا با استفاده از تکنولوژی زندگی را برای مبتلایان به دمانس آسان تر کنند. یکی از مواردی که ممکن است بتواند به این افراد کمک کند واقعیت مجازی است. دوگال شاو در این مورد گزارش می‌دهد. ویلتالی را این روزها بیشتر می شود در حیات خانه‌ای پیدا کرد که در آن از او مراقبت می شود. اما در دهه 50 محل مورد علاقه‌اش سالن رقص بود. حالا به کمک فناوری واقعیت مجازی او دوباره به آن سال‌های طلایی برمی‌گردد. اگه پشت سرت رو نگاه کنی می‌بینی مردم دارن می‌رقصن. به این می‌گویند درمان با واقعیت مجازی. بیل به دمانس مبتلاست و امید می‌رود که سفر در جاده خاطرات برایش تجربه مثبتی باشد. یادت میاد چه جوری بود اون موقع؟
همیشه آماده بودیم بریم این ور اون ور. و از خیلی جهات بیل هنوز هم حاضر و آماده است. این مرکز نگهداری سالمندان در حال آزمایش این تکنولوژی است و میگوید که نتایج مثبتی برای بسیاری از ساکنان این مرکز دارد. کسانی مثل بتی. این کلیسایی که من توش ازدواج کردم. خاطرات اون روز رو یادت میاد؟ آره یادمه هر کی چه شکلی بود. خیلی هاشون البته دیگه بین ما نیستن. بتی طرفدار پروپا قرص این تکنولوژی است. چطور این کارو میکنین وقتی من اینجا نشستم؟ خیلی قشنگه. یادآوری خاطرات لذت بخشه؟ آره آره، اما بعضی هم ممکنه خاطرات بد داشته باشن. شما اینو برای اینکه آرام بخش باشه و لذت بده طراحی کردین. اما آیا این مشکل وجود داره که آدم‌ها رو گیج بالا تکلیف کنه؟ خیلی مهمه که وقتی چیزی برای سالمندان یا مبتلایان به دمانس طراحی میشه حتما پاسخگوی نیازهاشون باشه. ما با گروه‌های تخصصی نگهداری از اونها کار میکنیم تا مطمئن باشیم که چیزی که طراحی میکنیم به کارشون میاد و به جای اینکه گیجشون کنه زندگی رو براشون راحت‌تر میکنه. این تجربه مطمئنن برای این یک نفر موجب شادابی است و یادآور جوانی. دوگل شاو BBC نیوز. BBC نگاهی کرده به پژوهش‌هایی که در زمینه امنیت جاده‌ها در برکشایر انجام شده. طراحی آدمک‌های ویژه آزمایش تصادف در 5 سال آینده تغییرات زیادی خواهد کرد و با 50 سال گذشته بسیار متفاوت است. این آدمک‌ها از کجا آمدند؟ پول کلیفتن گزارش می‌دهد. جدیدترین آدمک مخصوص آزمایش تصادف D2. میخواییم ببینیم از کجا اومده، اما اول ببینیم چی کار میکنه. تفاوت بین آدمک ها با قبلی ها در لوازمیه که توشون به کار رفته. ما شتاب سر رو اندازه میگیریم، قدرت گردن، فشار قفسه سینه، نیروهایی که بر شکم و ساق پا وارد میشود. این روزها آزمایش ها با یک خانواده کامل این آدمک ها و البته آبر پیاده انجام میشه. Just the dummy themselves. قیمت یک آدمک بین 80 تا 100 هزار پونده و لوازم جانبیشون بین 50 تا 80 هزار پوند. پس یعنی صحبت از 180 هزار پوند برای هر آدمکه و شاید حتی بیشتر. مقایسه کنید آنچه امروز در یک ماشین کوچک اتفاق می افتد با پیش آمد 20 سال پیش در یک روور. این تفاوت مرگ و زندگیه و اون چه امنیت ماشین ها در این مدت برمغان آورده. آدمک راننده و کمک راننده با بستن کمربند ایمنی در ماشین باقی موندند. این آزمایش نشان می‌دهد بستن کمربند ایمنی چقدر مهمه. 50 سال پیش آدمک‌ها اینقدر پیچیده نبودند. اتفاقات در تصاویر ثبت می‌شد، اما بررسی فشار نیروهایی که به بدن وارد می‌شد کلی بود. بیش از نیم از خطرات جراحات جدی را با بستن کمربند ایمنی کاهش دهید. The first dummy, Sierra Sam, was made. سیرا سام اولین آدمکی بود که در سال 1949 ساخته شد. پیشتر معمولاً در آمریکا از جنازه استفاده می‌شد. آمریکایی‌ها تا دهه 90 هم از حیوانات به ویژه خوک استفاده می‌کردند. Usually pigs into the 1990s. نسل آینده آدمک‌ها چه شکلی خواهند بود؟ آیا چاق‌تر خواهند بود؟ حتی به شکل بیمارگونه؟ بله الان هم هست، بچه هم دارید، حتی در آینده سگ هم خواهید داشت. فقط اگه میتونستن حرف بزنن چه داستانهایی میگفتن. این آدمک ها زندگی بسیار پرکاری دارن. اونها زندگی های واقعی بیشماری رو نجات دادن. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی BBC هست.